این قسمت پنجم از ویژه برنامه خداست و ما قراره توی این قسمت در باب خدایان بیشمار با هم صحبت بکنیم. ممنون که همراه من هستید. سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان هست. با شما هستم. خب دوستان، توی این قسمت خاص قرار هست که ما در باب این خدایان بیشمار در زندگی ما و جایگاه خدا در زندگیمون صحبت بکنیم. با توجه به قسمت گذشته و تأثیراتی که وجود این خدا از نظر فرهنگی بر زندگی ما داشت صحبت کردیم، حالا توی این قسمت بهتر استش که حالا در باب این خدایان بر زمین صحبت بکنیم. یعنی این فرهنگ و این تأثیر خداوندی بر زندگی ما نهایتاً یک نتیجه و ثمری هم خواهد داشت. یک فرهنگی است که به ما یک نوع زیستی رو میده، همونطوری که توی قسمت‌های گذشته هم دربارش صحبت کردیم. این حس مالکیت رو به ما میده، این قدرت پرستی رو میده، این برتری طلبی رو میده، این عناوین بیشمار رو با ما مطرح میکنه. و حالا با توجه به فرهنگی که به ما خورونده، حالا قرار هست که یک نتیجه و ثمری هم داشته باشه. قاعدتا نتیجه و ثمرش در وهله اول این باور به خدا هست، این معنای خدا که این فرهنگ رو ساخته و باعث شده ما یه سری رفتارهایی داشته باشیم. این رفتارهای ما نوع زندگی ما رو در آینده رقم میزنن. یعنی شما مواجه میشید با این نوع عزیز که درگیر اون هستید، در برابر خیلی از عوامل یک رفتارهای مشخصی رو انجام میدید، چرا که این فرهنگ مشخص به شما این رفتارها رو آموزش داده، آموزه هاییست که شما از این معنای مشخص گرفتید. اما تنها و تنها قضیه به همینجا ختم نمیشه. فرای این شما مواجه میشید با این معنای مشخص از خدا در آسمان ها که حالا قرار هست ما به ازایی هم بر زمین داشته باشه، به نوعی از خودش بازتولید داشته باشه. دوباره شما این خدا رو بر زمین در اشکال مختلف هم ببینید. حالا این خدا شکل تازهی بگیره، باز به میدان بیاد، یک شکل تازه، در یک نقش تازه، در یک جایگاه تازه. و حالا شما مواجه میشید با این خدایان بیشمار بر زمین، اون خدای تصویر شده در آسمان ها که با شما مطرح کرد، یک فرهنگی رو به وجود آورد، یک معنای خاصی رو داشت که به واسطه اون معنا فرهنگی رو با شما در میون گذاشت. حالا قرار هست که از خودش تولید بکنه، حالا قرار هست که در شکل مختلفی هم وارد زندگی شما بشه. قاعدتا آموزش های بیشماری است که در این فرهنگ ما میبینیم تا در نهایت به این خداسازی ها، به این باور به خدایان برسیم. آموزش هایی که از همون ابتدا هم همراه ماست، همیشه و همیشه باهاش زندگی میکنیم. یعنی شما در نظر بگیرید یک کودک ایرانی در یک خانواده ایرانی وقتی متولد میشه، تا چه اندازه درگیر این معانی مشخص از خداست؟ از همون ابتدا تا چه اندازه با او مطرح میشه؟ اون خانواده تحت سیطره هر دین و باوری که باشند، حتی بی دین، حتی بی خدا. حتی ما در کمی پیشتر در همین برنامه در باب این نگاه بی خدایی هم صحبت خواهیم کرد، اما نزدیک به بحث خودمون باشه. در نظر بگیرید این کودکی که ما داریم درباره‌اش صحبت میکنیم در بستر ایران به دنیا میاد، حالا با چه آموزه هایی روبرو میشه؟ چه آموزه هایی به او فرهنگ زیستن رو خواهد داد؟ چگونه او رو آزموده می کنند که خدای قدرتمندی، مالک بر جهان، در جهان هستی وجود داره، او فرمانده است، تو فرمان برداری، تو برده و عبد و عبید او هستی، تو باید فرامین او رو به گوش و جان بسپاری، او مالک بر توست، مالک بر روز جزاست و الاخر، که تمام این عناوین رو قاعدتاً همه شما هم شنیدید، باهاش هم درگیر بودید، همونطوری که توی قسمت‌های گذشته هم پیرامون این معنای خدا و فرهنگ سازی ها هم ما صحبت کردیم. حال این کودک تا چه اندازه درگیر این مفاهیمی که با اون مطرح میشه خواهد شد؟ تا چه اندازه تعلیم و تربیت در راستای قبول این خدا شکل میگیره و به پیش میره؟
در همون نقطه ابتدایی پدر و مادر هستند که با او مطرح میکنند. بعد از اون وارد مدرسه میشه. معلمان، مجیران، حتی همکلاسی ها، دوستان با او مطرح میکنند همین عناوین رو، همین صحبت ها رو، همین آموزه ها رو، آموزه هایی که تحت عنوان معنای خدا و فرهنگ خدا با او در میان گذاشته میشه. پیرامون مالکیت خدا، قدرت خدا، برتری خدا، فرمانبردار بودن در برابر خدا، بردگی در برابر خدا، داشتن ترس، نادانی، ناتوانی در برابر این خدا. تمامی این عناوین یک به یک از سوی پدر و مادر، معلمان، مدیران، دوستان و بعد از اون دانشگاه، استادان دانشگاه، حتی بالاتر همکاران، همراهان، دوستان معمول در بزرگی، هم محله‌ای ها، فلان عالم دینی، مرجع دینی، هر کسی، حتی بالاتر از اون در دل فرهنگ. شما اگر شعری میخونید، اگر کتابی میخونید، اگر فیلمی میبینید، اگر موسیقی گوش میکنید، باز هم همین ندای پرتکرار گاهن به صورت مستقیم و گاهن هم به صورت غیر مستقیم باز با شما مطرح میشه. همین فرهنگ به شما خورونده میشه. همین فرهنگ مشخصی که پیرامون معنای خدا ما دربارش بحث کردیم مدام داره به شما تکرار میشه که شما در برابر این خدا پست و حقیر هستید. او فرمانده بر جهان هست، شما در برابر او بنده و عبد و عبید هستید. نافرمانی در برابر او بدترین عقوبت ها رو در پی خواهد داشت. طغیان و یاغیگری بدترین صفات هست، صفات شیطانی است و الی آخر. این آموزه ها یک به یک داره به گوش شما خوانده میشه، نه فقط توسط پدر و مادر، نه فقط توسط معلم ها، دوستان، همراهان، همکاران، حتی توسط هنر، حتی توسط فیلم، سریال، کتاب، شعر، هر عنوانی که بتونه فرهنگ انسانها رو تغییر بده، بتونه تأثیری بر نوع زیست، فکر اونها و باور اونها داشته باشه، همین معانی رو به صورت مستقیم و غیر مستقیم با انسانها مطرح میکنه. حالا شما تصور بکنید این کودک انسانی با این تعالیم بزرگ میشه و همین تعالیم در او گسترش پیدا میکنه. نکته ابتدایی در برابر اون خدا فرمانبردار هست، اون معنا رو قبول کرده، به این معنای بزرگ باورمند است. اما این معنای بزرگ در خلال خودش یک فرهنگی به او داده. فرهنگ داده شده نسبت به او چیست؟ اینکه یکی از این خدایگان قاعدتا پدر و مادر او هستند. او جایگاه قدسی اون خدا رو قبول کرده، پس باز همین جایگاه ها رو قبول خواهد کرد. او قبول کرده که فرمان بردار باشه، پس باز هم فرامین رو قبول خواهد کرد. او این مالکیت رو، این برتری رو، این قدرت رو، این عناوین بیشماری که در معنای خدا، در فرهنگ خدا وجود داره رو قبول کرده، پس قاعدتاً در دل دیگران هم قبول خواهد کرد. جایی که قدرت دیگری رو بالاتر و برتر از خودش بدونه، او رو به عنوان خدا قبول خواهد کرد. این معنای مشخص از خدا، این فرهنگ مشخص از خدا، در نهایت قرار هست که با سولیدی از این خدا داشته باشه. انسان‌هایی که خدایی رو به وجود میارن، مطرح میکنن تا در نهایت خودشون هم خدا باشن، خودشون هم جاپای اون خدا بذارن، انسان‌ها رو به قبول این خدا، قبول این قدرت سوق بدن تا در نهایت قدرت اونها هم تنفیذ بشه، قبول بشه. یعنی شما مواجه هستید با این نظام ساختارمند ساخته شده تا در نهایت بعد از در میان گذاشتن اون معنای خدا، خدایگان بیشماری هم بر زمین وجود داشته باشن. این بستر باز شده، فراهم شده تا فرماندهی وجود داشته باشه، یک روز خدای در آسمان ها، یک روز خلیفت الله بر زمین، یک روز پیامبر خدا، یک روز پدر و مادر تو و الی آخر. و این چرخه و این باز تولید خدا هم در حال تکرار است. شما مواجه میشید که داره مدام تکرار میشه و انسان ها با اون درگیر هستن. این اون نقطه ایست که ما داریم دربارش صحبت میکنیم. وقتی از فرهنگ خداوندی صحبت کردیم، به چند مورد میشه دربارش اشاره کرد. یکی این هست که اون انسانی که این مطالب رو میگیره و میشنوه، همچین روحیاتی در او زنده میشه، روحیه فرمانبرداری،
روحیه قبول کردن بزرگی و برتری دیگران، اصلا باور به این برتری و بزرگی، روحیه قدرت پرستی، تمام او زنده خواهد شد. اما مرحله دوم این هستش که او قبول میکنه این فرهنگ رو، این فرهنگ بخشی از زندگی او میشه. حالا بعد از اون خدای در آسمان ها شاید پدری هم جای اون خدا رو بگیره، حالا اون پدر هم در همون نگاه قرار میگیره، حالا همون ردای خدا رو میپوشه، جاپای همون خدا میذاره، قرار هست که در نقش او فرو بره، قرار هست که جای او رو بازی بکنه. و حالا این فرزند آموزش دیده قبول میکنه اون جایگاه رو، چرا که این جایگاه رو، این عصر رو پذیرفته. اما این انسان پر از تأخیر میشه، در برابر اون خدا پر از تأخیر میشه. حتی نقطه ابتدایی ما گفتیم این معنای خدا و این فرهنگ خدا شکل میگیره، اما انسان ها چرا در پی بازتولید این خدا هستن؟ چرا دوباره خدا رو میسازن؟ چرا که خودشون هم در برابر اون خدا تأخیر میشن؟ انسانی که برده در برابر اون خدا هست، در برابر اون خدا حق صحبت کردن نداره، نقد کردن نداره، بدترین عقوبت ها در برابرش هست، او بزرگ بزرگان هست، او خار و خفیف و ذلیل در برابر این خدای قدسی و بزرگ هست، آیا پر از حس تأخیر نیست؟ آیا نباید جواب و سرپوشی بر این تأخیر خود بذاره؟ چه چیزی میتونه این تأخیر وجودی او رو آرام بکنه؟ بجز این که دیگران رو تأخیر بکنه، بجز این که خودش رو در مرتبت بزرگی ببینه. وقتی شما کوچک و پست و ناتوان شدید، حقیر شدید، حالا چگونه میتونید این حقارت خودتون رو سرپوش بذارید با بزرگ شدن؟ بزرگ شدن نیازمند این هست که حقیرانی در برابر شما باشه، کوچکانی در برابر شما باشه. همونطوری که ما در باب معنای خدا هم صحبت کردیم، گفتیم بزرگی معنایی نداره مگر به واسطه کوچکی دیگران، قدرت معنایی نداره مگر به واسطه ضعف دیگران. و حال انسانی که پر از حس حقارت هست باید سرپوشی بر این حقارت خود بذاره، تا به این چرخه، تا به این سیستم باورمند ببونه، تا چشم امیدی داشته باشه به این سیستم، سیستمی که به اون نوید بده اگر تو در برابر این خدای قدسی سر تعظیم فرود میاری، دو فردای دیگه خودت هم میتونی جا پای همون خدا بذاری، همون ردا رو به تن بکنی، گاه میتونی مبدل به خدای فرزند خود، خدای همسر خود و یا خدای مردمان کشور خودت بشی. این حس تأخیر در اون نقطه ابتدایی باید برایش سرپوشی گذاشته بشه و با تأخیر دیگران، بزرگ خوانده شدن خود، به این حس خواهی رسید و این چرخه، این فرهنگ خداوندی به تو نوید این رو خواهد داد که تو خلیفت اللهی، تو جانشین خدا بر زمین هستی و تو خود خدا بر زمین خواهی بود. و این اون فلسفه خداوندی و اون فرهنگ خداوندی است که دائم در حال بازتولید خدا بر زمین هست و شما مواجه میشید با این آموزش‌های بیکران در جهان که در نهایت خدایگان بیشماری رو هم پدید میاره. یعنی شما وقتی به جهان پیرامون خودتون نگاه میکنید، مواجه میشید با خدایگان بیشماری که در جهان هستی وجود دارن. یک بار خدای در آسمان هاست، یک بار پیامبر خداست، یک بار پدر شماست، یک بار مادر شماست، یک بار معلم در مدرسه است، استاد دانشگاه است، رئیس کارخونه است، رئیس جمهور، پادشاه، امیر، خلیفه و الاخر. هزاران هزار عنوان برای اون خدا تراشیده میشه و شما مواجه میشید با خدایگان بیشماری که در حال بازتولید هم هستن، دوباره هم دیگر رو زایش میکنن. یک بار اون خدا اینقدر قدرتمند هست که بر تمام موجودات زنده حکم فرماست، یک بار در حد بسیار کوچکی بر دوست خودش که از اون ضعیف‌تر هست. یعنی شما به این چرخه نگاه کنید، به این نظام ساخته نگاه بکنید، این نظام چگونه به پیش میره، چرخه‌های او با چی قابل چرخیدن هستن؟ با همین باورمندی، با همین امید به خدا شدن. انسانی که در این چرخه قرار میگیره با میل به رسیدن به این جایگاه خداوندی است که اون جایگاه رو میپرسته و حالا به اون این اجازه داده میشه تا مدام در حال بازتولید باشه، تا تلاش بکنه برای رسیدن به اون جایگاه قدسی در پیش رو، و اوست که بیا هر توانی که در اختیار داره قدم برمیداره برای رسیدن به اون جایگاه قدسی و بزرگ، برای رسیدن به خدا شدن. و اتفاقا هم در این راه موفق میشه، چرا که جا پای اون خدا میذاره و تبدیل به خدای در برابر میشه. شما تصور بکنید در یک کارخانه مشخص رئیس کارخانه میشه خدای بزرگ اونجا، اما باز هم خدایگانی تولید میشن. یکی از اون
اشخاص میشه سرکارگر، سرکارگری که اونجا یک خدای برتر در آسمان داره، اون خدا رئیس اون کارخونه است. او در برابر او تأخیر میشه، کوچک میشه، اما بلا فاصله با باستولید خودش هم مبدل به یک خدا میشه. حالا سرکارگر دیگران هست، او خدای بر این کارگران هست. حالا در برابر این کارگران میتونه اون احساس تأخیر شدن رو پاسخ بده، میتونه با تأخیر دیگران خود رو بزرگ بکنه. اما یکی از اون کارگران رو در نظر بگیرید که پر از تأخیر در برابر این خدا، فرمانبردار باید تمام اون فرهنگ ها و معانی رو به پیش ببره، حالا پر از اون تأخیر به دنبال یک کارگر ضعیف‌تر از خود خواهد گشت تا این احساس پر از تحقیر خودش رو پاسخ بده. و این چرخ دوار در حال گردش است و این خدایگان بیشمار در حال باستولید، و اینها همه و همه برگرفته از همون فرهنگ خداوندی، همان معنای خداوندی است که دربارش صحبت کردیم. عناوین بیشمار، قدرت پرستی، این برتری طلبی، همه و همه در حال باستولید هستند و این خدایگان هم در حال تکرار هستند. شما نگاه بکنید، ما با معنایی به اسم خدا روبرو هستیم که در نهایت در پی ساختن جایگاه این خدا بر زمین هست. به تمام این جایگاه ها نگاه بکنید، تمام جایگاه هایی که از اون ابتدا ساخته شده برای این خدا. فرای خدای در آسمان ها ما تا چه اندازه خدا بر زمین داریم؟ آیا پادشاهان خدا نیستند؟ آیا امیران، رئیس جمهورها، رئیس های کارخانه ها، اینها همه و همه اشل و نمونه ای از اون جایگاه خداوندی نیستن؟ آیا در دل ارتشا شما وقتی روبرو میشید با این ارزش گذاری ها، با این تقسیم بندی ها، باز هم شاهد این خدایگان بیشمار نیستید؟ باور به این فرهنگ خداوندی نیستید؟ آیا قرار نیست اینها باسولید بشه و این یه فرهنگ غالبی باشه، همه بهش پایبند باشن؟ و این اون نقطه ایست که ما با این خدایگان بیشمار روبرو هستیم. یکی از اون المان های مشخصی که ما دربارش صحبت کردیم، گفتیم احساس مالکیت، حس مالکیت رو یکی از عناوین و معانی هستش که ما باهاش خدا رو میشناسیم. یکی از فرهنگ هاییست که خدا غالبه بر جهان میکنه. حالا شما مواجه هستید با پدری که مالک بر فرزند خود هست، با همسری که مالک بر همسر خود هست، حتی با رئیس کارخانه‌ای که مالک بر کارگر خود هست، و این ارباب ها و رعیت ها و بردگان بیشمار که مدام در حال تولید هستن، و این اون فرهنگ قالبی است که داره هی تکرار میشه، هی از خودش باسولید میکنه، و خدایگان بیشمار رو هم شما در جای جای جهان میبینید، و قاعدتا اینها همه و همه برگرفته از همون آموزاست. انسان ها الگویی از اون خدای در آسمان میگیرن، نگاهی به اون خدای در آسمان میکنن، تحقیری که شدن رو حالا پاسخ میدن با الگوی در برابر و خود رو به جای خدا میشونن، بسته به اینکه چه جایگاهی داشته باشن، چه قدرتی داشته باشن، با چه موجوداتی در ارتباط باشن، جا پای همون خدا و ردای اون خدا رو به تن میکنن. یک بار در اشلی قدرتمند و بزرگ تحت عنوان رهبر یک کشور که سرنوشت میلیون ها انسان در اختیارشون باشه، یک بار در یک جایگاه کوچک در کنار دوست خودشون که از او ضعیف‌تر هست، در کنار کارگری که همکار او هست ولی از او ضعیف‌تر هست، از نظر جسمانی، از نظر فکری و یا از هر نظر دیگری، و او جایگاه رو به دست میاره با الگویی که از خدا گرفته و تأخیری که در وجودش داشته برای پاسخ به این تأخیر. اما فرای این الگو گرفتن، شما مواجه میشید با این فرهنگ، این تأثیر حتی بر دل جامعه بی خدایان. یعنی شما روبرو هستید با جماعتی خود رو بی خدا میدونه، با توجه به همون ایمانی که ما در قسمت اول دربارش صحبت کردیم، نه از نظر علمی، از نظر ایمانی باور داره که خدایی در جهان وجود نداره، اما باورمند به فرهنگ خداست. خدا رو در شکل فیزیکی خودش قبول نداره، میگه خدایی وجود نداره، خدایی در آسمان ها نیست، الله یک توهمه، یک داستانه، اما به این فرهنگ، به این چهارچوب باور داره. باور داره که باید برتری وجود داشته باشه، قدرت وجود داشته باشه، بزرگی وجود داشته باشه، فرمان وجود داشته باشه. به تمام عناوینی که معنای خدا رو ساختن باورمند است، اما به فیزیک اون خدا باور نداره. هیچ تفاوتی میان این جماعت و جماعتی که به خدا باور دارن، به ادیان باور دارن نیست، چرا که هر دو به دنبال یک معنای مشخصن. معنایی که ما با او درگیری داریم معنای خداست، فرهنگ خداست، نه شخص خدا. حالا شما مواجه میشید دست و پا زدن جماعتی برای تغییر سر در میان تاج.
حالا این جماعت دارن دست و پا میزنند که سر در میان تاج رو تغییر بدن، نه تاج رو، تخت رو واژگون نمی کنند. حالا میخوان دست و پا بزنند تا فلان شاه بره و فلان شاه بیاد، فلان خدا بره تا فلان خدا بیاد، فلان باور بره تا فلان باور بیاد. موضوع سر تغییر جایگاه ها هست. این جماعتی که به خدا باور ندارن و خود رو تحت عنوان بی خدا میشناسن، به فرهنگ خدا، به معنای خدا باور دارن. فرهنگ خدا در وجود اونها رسوخ کرده. خیلی از اونها، منظور کلیت و همه بی خدایان نیست، اما جماعت غالب در میان بی خدایان هم به همین شکل هستن. یعنی با اون معنا و فرهنگ خداوندی هیچ تناقضی ندارن، هیچ ایستادگی در برابر اون ندارن. موضوعی که برای اونها وجود داره مصادیق این خدا هست. مصادیق این خدا رو به صورت فیزیکی و جسمی رد میکنن. حالا شما مواجه میشید با حکومتی که در جهان تشکیل میشه بر پایه همین نظام مشخص فکری خداوندی، بر پایه همین فرماندهی و فرمانبرداری، اربابی و رعیتی، مالکیت بر دیگران، برتری، یگانگی، قدرت پرستی و الی آخر عناوینی که خدا رو تشکیل میده. اما این جماعتی که این قدرت رو تشکیل دادن ادعای بی خدایی دارن. چه تفاوتی در این موضوع هست که اونها به خدایی در شکل الله باور داشته باشن یا نداشته باشن، که باور و معنا و فرهنگی که اونها تعقیب میکنن همین فرهنگ خداوندی است، همین باور به خداست. تفاوتی نمیکنه که شما به الله باور دارید یا ندارید. آیا به این معنا باور دارید؟ آیا این فرهنگ روی شما تأثیر گذاشته؟ آیا شما در پی ساختن خدایگان تازه هستید؟ آیا با این فرهنگ درگیری دارید؟ با این فرهنگ زندگی میکنید؟ و یا نه، این فرهنگ رو رد کردید، کنار گذاشتید و یک فرهنگ تازه‌ای رو پدید آوردید، ارزش ها رو دگرگون کردید؟ ما مواجه میشیم با بی خدایانی که اتفاقا معتاد به همین نگاه و همین نظریه هستن، اتفاقا حتی به مراتب بزرگتر از حتی خداپرستان هم باورمند به این نگاه هستن، حتی میان جایگاه رو عوض میکنن، حالا انسان رو در معنای کلی خودش جای خدا میشونن، اصلا دیگه تمام مفاهیم الهی فرازمینی کنار گذاشته میشه، انسان با کرامتی میاد که دقیقا جا پای خدا گذاشته، حالا خود خداستی که برتبین. حالا دیگه در لفافه گفته نمیشه که مردم بخوان خودشونو برسونن به اون جایگاه. این بار این گویا این میدان در اختیار شماست تا خدا بشید، تا این خرقه رو به تن بکنید، تا خودتون رو جای خدا بذارید، و شما مواجه میشید با نظام‌های دیوانواری که در جهان هم شکل گرفته تحت عنوان همین نگاه‌های سکولار، دور از خدا، به نوعی دور از حقیقت، اما به گفته خود بی خدایانه، که اتفاقا بیشتر درگیر همین معانی خداوندی هستن، چرا که بی‌پرواتر، عورتر دارن این تصویر رو ارائه میکنن. و ما این گره خوردن فرهنگ رو با بی خدایی هم میتونیم ببینیم، یعنی فرهنگ خدا گره خورده با همون معنای مشخص از پرستش خدا. اما فرای این ما موضوعات دیگه هم داریم. یکی این که یک میدانداری میبینیم از این تفکر الهی در زندگی خود، در زندگی روزمره ما خدا همواره ما باش درگیری داریم، در همه اتفاقاتمون. یعنی این خدا در جای جای زیست ما هست، فرای این خدایگان بیشماری که به وجود میان و ما باشون درگیر هستیم، در همه جا میبینیم، همه در پی این هستن که خود رو به اون جایگاه خدا برسونن. ما با معانی و مفاهیمی که خدا مطرح میکنه، با فرامینی که خدا مطرح میکنه درگیری روزمره داریم. یعنی به عنوان یک انسان گاهن با این مزامین روبرو میشیم در زندگی عادی خودمون. فرمانی که او داده رو ما باید در زندگی خودمون اجرایی بکنیم. بسته به زندگی روزمره ماست، بحثهای ماست. اگر ما قرار هست در باب یک موضوع مشخص صحبت بکنیم، حالا مواجه میشیم با این بحثی که به خدا پیوندش میده. یعنی به عنوان مثال خود من از خودم صحبت میکنم، من باور مشخصی به آزادی و جان دارم، به برابری دارم، به باوری که در دل اون صحبت از این میکنه که آزادی به مفهوم آزار نرسوندن به دیگران هست، برابری همه جانها هست. این باور من وقتی مطرح بشه در یک مباحثه مشخص، بلا فاصله درگیری با معنای خدا پیدا میکنه. یعنی اگر شما به عنوان یک انسان در یک بحث مشخص پیرامون این موضوع مشخص و برابری جانها صحبت بکنید، یک علم بزرگی رو در برابر خود دارید به اسم خدا. حال این خدا به شما خواهد گفت که من برابری رو قبول نمی کنم. انسان اشرف مخلوقات است، انسان با دیگر جانداران برابر و همتا نیست.
و این برابری جانهای شما بیارزش است، چرا که یک کلام قدسی و الهی وجود داره که این رو به کنار میبره. دلیل اصلی که من در برابر اسلام، در برابر خدا، در برابر قرآن، در برابر این نگاه ها قد علم کردم باورها خودم رو مطرح کنم، این هستش که این باورها در برابر من ایستادگی میکنن. یعنی ما مواجه میشیم با معنا و مفهوم خدا، این خدایگان بیشمار که در زندگی روزمره ما، در بحث‌های ما، در قانونگذاری ما، در زندگی اجتماعی ما دخیل هستند. همه زندگی ما رو تحت تأثیر خودشون قرار میدن. اگر ما چشم امید داشته باشیم برای زندگی بهتره همه جانداران، برای اینکه انسان‌ها رو به سمت و سوی گیاه‌خواری سوق بدیم، حال یک علم بزرگی وجود داره که خدا فرموده است که ما حیوانات رو آفریده ایم تا شما از اینها استفاده بکنید. حالا شما باید در اون نقطه ابتدایی در برابر این خدا ایستادگی بکنید، این خدا رو محو و نابود بکنید تا بتونید باور خودتون رو با دیگران مطرح بکنید، چرا که این خدا یک خط بطلانی است بر تمام بحث‌ها، فصل ختامه است بر تمام بحثا. این نظام دیوانوار دیکتاتوری که هیچ نوع نگاه نقادانه رو در خودش جای نمیده، هیچ صحبتی رو قبول نمیکنه، اگر شما فلان موضوع رو باش مطرح بکنی در نهایت میگه که این گونه خواسته، این گونه امر کرده و موضوع تموم میشه، هیچ جایی رو برای بحث، جایی رو برای پیشرفت، جایی رو برای دیگرگونی باز نخواهد گذاشت و شما مواجه میشید با این نگاه دگم و بسته و خوش که قرار هست همه چیز رو برای خود بکنه. این نگاه خداوندی که قرار هست فصل ختام تمام موضوعات باشه. شما اگر بحثی رو مطرح میکنید پیرامون گیاهخواری، در نهایت با یک جمله که خدا اینگونه فرموده است همه چیز باید تموم بشه. این اون نقش خدا در زندگی ماست، این اون خدایگان بیشمار در زندگی ما هستن که حتی در یک شکل کلی تحت عنوان فرامین هم زندگی ما رو تا این اندازه تحت تاثیر خودشون قرار میدن. زندگی روزمره ما رو، زندگی قانونی ما رو، زندگی که در اون پیشرفت قرار باشه اتفاق بیفته. در باب پیشرفت هامون، در باب قانونگذاری هامون و در باب زندگی معمول خودمون، یعنی شما تصور بکنید ما در کشوری زندگی میکنیم که قوانین بیشماری ضد انسانها، جانداران وجود داره، بر ضد یک جنسیت خاص به اسم زنان وجود داره. اگر شما صحبتی پیرامون تغییر این قانونها، پیشرفت در این قانونها و دگرگونیها بزنید، بلا فاصله یک خط بطلانی به اسم خدا وجود داره که خدا اینگونه فرموده، خدا گفته که شهادت زنان نیمه مردان به حساب میاد. خدا در دل قرآن پیرامون چهار همسر داشتن مردان صحبت کرده. این یک فصل ختامی است برای تمام کردن اوضاع. این اون فرهنگ خداوندی است که حال غالب میشه، حال تمام معانی رو در خود جا میده و جا برای هیچ دگرگونی نخواهد گذاشت. و وقتی ما در باب این خدایگان بیشمار صحبت میکنیم، فرای اون نگاهی که این خدایان رو در حال باستولید هست و این نظام بیمارگونه رو به وجود میاره، فرای اینها ما مواجه میشیم با این معانی و مفاهیم و قوانین و فرامین خداوندی که زندگی عادی ما، قوانین ما، زیست ما رو تحت تاثیر خودش قرار میده. همه چیز ما رو تحت تأثیر خودش قرار میده و اصولا این خدایی رو ما میشناسیم که به عنوان محوریت اصلی همه زندگی ما قرار میگیره. حال همه چیز رو انسان ها از دل او میخوان، تمامی توانایی ها، دانایی های خودشون رو لن میکنن، به دور میندازن تا شاید به واسطه این خدا به هر چیزی برسن. حتی شما نگاه بکنید، ما جهانی رو ساختیم در دل این باور خداوندی که به واسطه این نادانی ها و ناتوانی ها حتی انسان ها میل به پیشرفت هم نخواهند داشت. جهان پر از زشتی و فلاکت هست، پر از ظلم و بدبختی است، اما جماعتی هستند که به خدا دل بستن، خود رو نادان و ناتوان میدونن تا در نهایت ولی و نماینده او جهان رو تغییر. حالا محوریت همه چیز این خداست، این خدایان بیشمار هست، این خدایان بیشمار باستولید شده ای که حالا قرار است در آینده شما کاری نکنید، نادان و ناتوان در اون لاک پر از حماقت و بلاهت خودتون فرو برید تا شاید اونها به شما مددی برسونن. حالا شما هر جایی که نگاه میکنید خدای تازهی سر برمیاره، خدای تازهی موضوع تازهی رو مطرح میکنه و شما باید در برابر او فرمانبردار باشید، باید فرامین او رو به جان و دل قبول بکنید. و این خدایان بیشمار دائم در حال تولید هستند، چرا که این فرهنگ خداوندی فرهنگ غالب در میان جوامع ما هست، تنها به کشورهای اسلامی هم ختم نمیشه و در همه جای جهان هم شاهدش هستیم.
برای دسترسی رایگان به آثار نیما شهسواری، اهم از کتاب، شعر، کتاب صوتی و پادکست به نام جان، می توانید به وبسایت جهان آرمانی و صفحات رسمی در شبکه‌های اجتماعی و بیشتر پلتفرم‌های پادکستگیر مراجعه کنید. ما به اشتراک گذاری این آثار و دیگران ما را در این راه همراهی کنید. ممنون که همراه من بودید. من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان بود. در پناه آزادی.